کشته شدن ده‌ها جنگجوی طالبان در کندهار و مخالفت اشرف غنی با سفر نور و بهیر به قطر رخ دیگر نقاط حوزه جمهوریت بر آفتاب شد. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتون بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال رو نیز سابسکرایب کنید. وزارت دفاع ملی امروز سه‌شنبه 16 جدی اعلام کرد که در درگیری های دولت و طالبان در ولایت کندهار ده‌ها طالب کشته شدند. وزارت دفاع در خبرنامه گفته است که این درگیری‌ها در ولسوالی‌های شیرده و ارغنداب صورت گرفته است. این وزارت افزوده است که طالبان قصد حمله بر نیروهای امنیتی در این دو ولسوالی را داشتند. و گفته وزارت دفاع در جریان این درگیری 31 طالب کشته و 18 تن زخم برداشته و مقدار سلاح و مهمات آنها نیز تخریب شده است. روز گذشته نیز وزارت دفاع گزارش داد که در ولایت کندهار 38 طالب در درگیری با نیروهای امنیتی به کمک قوای هوایی کشته شدند. طالبان آمریکا را به حمایت هوایی از جنگ دولت علیه آن گروه در کندهار متهم کردند. هشت صبح کابل. منابع معتبر میگویند که محمد اشرف غنی رئیس جمهور بر خروج غیرت بهیر و خالد نور از ترکیب هیئت مذاکره کننده تاکید کرده است. این اسرار در حال صورت میگیرد که به تازگی تقابل تازه میان غنی و عطانور شکل گرفته است. پیشتر یک عضو هیئت مذاکره کننده گفته بود که هنوز اختلاف نظر میان ارگ ریاست جمهوری و شورای عالی مصالحه ملی حل نشده و اجماع ملی در مورد روند سال هنوز وجود دارد. از سوی دیگر امریکا و طالبان نیز پیش از آغاز دور دوم مذاکرات در تقابل قرار گرفتند. طالبان میگویند که نیروهای آمریکایی بر مواضع این گروه در ننگرهار، قندهار و هلمند حملات هوایی انجام داده و مواد توافقنامه دوحه را نقض کردند. آمریکا اما ضمن رد این ادعا بر حمایت از نیروهای امنیتی تاکید دارد و میگوید که طالبان باید خشونت‌ها را برای موفقیت صلح کاهش دهند. این در حالی است که به گفته نهادهای امنیتی طالبان تلاش دارند تا خشونت‌ها را تشدید بخشیده و رهبریشان را از کراچی و اسلام‌آباد به داخل کشور انتقال بدهند. همزمان با آمادگی‌ها برای سفر هیئت به دوحه، منابع میگویند که ارگ ریاست جمهوری بر حذف خالد نور، فرزند عطا محمد نور و غیرت بهیر نماینده گلبدین حکمتیار از فهرست هیئت مذاکره کننده تاکید کرده است. به گفته منبع قرار بود نشست کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی به گونه زنده پخش شود، اما این پیشنهاد ارگ سبب شد که بحث‌های سری دنبال شود. باید تصریح کرد که جزئیات بحث بر سر حضور خالد نور و غیرت بهیر در هیئت مذاکره کننده تا زمان نوشتن این گزارش همگانی نشده بود. پیشتر اشرف غنی و نور برای سومین بار در تقابل هم قرار گرفتند. برکناری احمد جواد عثمانی وزیر پیشین صحت عامه و از افراد نزدیک به نور سبب شد که آقای نور از اقدام رئیس جمهور غنی انتقاد کند. او حتی گفت که تماس تلفنی آقای غنی را پاسخ نداده است. ارگ اما با نشر خبرنامه تصریح کرد که وزیر صحت عامه برکنار شده و هیچ حرف و حدیث بیشتری در این مورد وجود ندارد. قرار بود هیئت مذاکره کننده رهنمود مذاکرات را روز دوشنبه 15 جدی از شورای عالی مصالحه ملی دریافت کند. بعد این ترتیب هیئت دولت صبح امروز وارد دوحه می شود و در پایان روز به وقت افغانستان مذاکرات را آغاز می کند. طالبان پیشتر گفتند که برای آغاز دور دوم مذاکرات آمادند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان بر روزنامه 8 صبح گفت که اعضای هیئت مذاکره کننده طالبان در دوحه هستند. او در واکنش به صحبت‌های اخیر برخی از اعضای هیئت مذاکره کننده دولت مبنی بر تلاش طالبان برای قبضه کردن قدرت گفت که امیدوار است دور دوم مذاکرات نتیجه بدهد و یک صلح سراسری تامین شود. تقابل دوباره طالبان و آمریکا پیرامون نقض توافقنامه دوحه.
طالبان روز دوشنبه 15 جدی ادعا کردند که آمریکا از مواد توافقنامه دوحه سرپیچی کرده است. این گروه با نشر اعلامیه گفته است که نیروهای آمریکایی در جریان روزهای اخیر بر جنگجویان طالبان در ننگرهار، قندهار و هلمند حملات هوایی انجام دادند و گفته طالبان نیروهای امنیتی در ولسوالی ارغنداب قندهار عملات را به راه انداختند و نیروهای آمریکایی نیز از آنان با انجام حملات هوایی حمایت کردند. در اعلامیه آمده است که بمباردمان بر مناطق غیر جنگی انجام شده و عملیات نیز به تازگی بر راه افتاده است. طالبان این حملات را سرپیچی مکرر آمریکایی ها از توافقنامه دوحه خوانده و گفتند که حرفهای اخیر مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا مبنی بر کشته نشدن حتی یک نیروی آمریکایی در یک سال اخیر بیانگر التزام و تعهد طالبان به توافقنامه دوحه است. این گروه هشدار داده است که اگر بمباردمان نیروهای آمریکایی در ارغنداب پایان نیابد و عملیات‌ها علیه جنگجویان طالبان بر خلاف مندرجات توافقنامه برای افتاد، طالبان به نشان دادن عکس‌العمل جدی مجبور خواهند شد. در اعلامیه تصریح شده است که مسئولیت عکس‌العمل به این حملات نیز به نیروهای آمریکایی برمی‌گردد. نیروهای آمریکایی اما ادعای طالبان در مورد نقض توافقنامه سال دوحه را رد کردند. سانی لگت سخنگوی نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان با نشر رشته تویتر گفت که موضع و تعهد آمریکا در قبال توافقنامه دوحه ثابت و روشن است. به گفته لگت نیروهای آمریکایی در زمان نیاز از نیروهای افغان در برابر حملات جنگجویان طالبان دفاع می کنند. سخنگوی نیروهای آمریکایی در افغانستان اما بر کاهش خشونت ها در کشور تاکید کرد و گفت که حملات هدفمند طالبان بالای مقام های دولتی، فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران را که مسئولیت آن را نیز به دوش نمی گیرند باید متوقف شود تا روند صلح به موفقیت بیانجامد. طالبان در حال آمریکا را به نقض توافقنامه دوحه متهم می‌کنند که بر اساس توافق آمریکا باید از حمله بر مواضع طالبان خودداری می‌کرد و طالبان نیز همزمان با قطع حملات بر نظامیان آمریکایی خشونت‌ها را کاهش می‌داد. پیشتر آمریکایی‌ها گفته بود که سطح خشونت هنوز کاهش نیافته و این وضعیت می‌تواند چالش‌های را فراراه مذاکرات بین‌الافغانی خلق کند. تشکر از توجهتون. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار. کامگارو سرفراز باشید.